سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. ندا جناب متولد 23 فروردین 1361 در اصفهان، مجری شبکه منوتو است. او فارغ التحصیل لیسانس رشته حقوق از دانشگاه نجف آباد اصفهان و دوره دیده علوم رسانه می باشد. علاقه‌اش به حضور در تلویزیون از آرزوهای کودکیش بود، تا اینکه در زمان دانشجویی فعالیت خودش را با گروه‌های مستندساز در ایران شروع کرد. در سال 83 بعد از مهاجرت، ندا فعالیت خودش را با شبکه موسیقی تپش شروع کرد. بعد از تپش مدتی با یکی از بخش‌های خبری BBC فارسی همکاری داشت و از سال 2005 تا 2010 در تلویزیون تپش لندن مجری و گزارشگر بود که ممکنه خیلی از شما در اونجا با چهره ندا آشنا شده باشید، تا اینکه وارد یک شبکه ماهواره‌ای تازه تأسیس فارسی زبان در انگلستان شد. ندا رسماً از سال 1387 با شبکه منوتو با سرمایه گذاری کیوان و مرجان عباسی وارد عرصه اجرا شد و حالا تهیه کننده هم هست. اجرای برنامه چرا که نه او رو به شهرت زیادی رسوند و ما بیشتر ندا جناب رو در برنامه چرا که نه و برنامه منوتو پلاس دیدیم. او در کنار سحر ساغرچی مجری برنامه منوتو پلاس و در کنار گلناز حسینی اجرا میکنه. منوتو پلاس یک مجله تلویزیونی است که از شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 19 به وقت ایران به صورت زنده و مستقیم پخش میشه. در این برنامه یک ساعته خبرهای داغ و متنوع از سراسر دنیا مطرح میشه و همه افراد با هر سلیقه و یا هر سن و سالی میتونن برنامه مورد علاقه خودشون رو در منوتو پلاس ببینن. از دنیای مد و اخبار داغ سلبریتی ها گرفته تا آخرین دستاوردهای علمی، از آخرین اتفاقات ورزشی تا ویدیوهای پربیننده دنیای مجازی، همینطور مهمانهای متخصص در زمینه‌های مختلف هم به استدیوی منوتو پلاس دعوت میشن تا اطلاعات کامل و مفیدی رو در اختیار بینندگان قرار بدن. ندا جناب در ایران یک بار ازدواج کرده و صاحب دختری به نام نیکی هست، اما این ازدواج دوام نداشت و او بعد از طلاق به خارج از کشور مهاجرت کرد. او در اوایل ازدواج خودش رو مخفی نگه می‌داشت، اما بعد از گذشت مدتی عکس‌هایی از دخترش رو در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد. لازم به گفتنی که خانم جناب بعد از مهاجرت برای دفتر حمید شبخیز هم درخواست کار فرستاد، اما تقاضای او رد شد و در نهایت او بعد از مدتی تونست با شبکه منوتو شروع به کار کنه و در بین مخاطبان به یکی از محبوب‌ترین مجریان شبکه منوتو تبدیل بشه. او از شهاب حسینی به عنوان یکی از بازیگران هنرمند نامبر وان و مورد علاقه خودش نام برده و در عرصه موسیقی هم از طرفداران بابک جهانبخش است. این خانم مجری نوازنده ساز ستار بوده و گهگاهی برای دل خودش می نوازه. در ادامه نظر شما رو به دیدن عکسای این مجری محبوب جلب می کنیم، پس لطفاً تا پایین این ویدیو همراه ما باشید.
مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، میتونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.